با سلام و درود بینندگان نجیب و شریف اکنون خبری آمده است که ایران در حملات شبانه بر اسرائیل میدان گازی از قلان هم بمباران کرده است خب در دریای ازقلان آتش سوزی بزرگی صورت گرفته. احتمالاً میدان گازی از قلان جز اهداف سپای پاسداران در حمله شب گذشته بوده است. و این موضوع بسیار مهم است خاطر از تمامی تاسیسات گازی و نفتی که در اسرائیل است هنوز گرچه سپای پاسداران گفته بود که ما تنها اماکن نظامی را زدیم. اما آل در, در دریا از قلان نیروگاه گازی رم زدن آتش سوزی دیده شده اسکای نیوز گزارش کرد که 14 سرباز اسرائیلی در روزهای اخیر در مرز با لبنان کشته شدند فرمانده اسرائیل در پایگاه تلنوف گفت به ایران البته که منتظر ما باشید خب منتظر هستن گایی منتظر هست گاهی او خبرنگار اسکای نیوز که پیشتر یادآوری کردم یادم میگه که در عملی موشکی ایران ما چیزی را دیدم که در تمام عمرم ندیده بودم منظورش از این صحنه بمباران و آمدن موشکا بدون مانع است یعنی مرتب به این طرف به اون طرف و نقاط مختلف اصابت میکنه سر و صدا مردم میرن به طرف پناهگاه ها و یک کاربر ایر... امریکایی گفت که ایران طوری عمله کرده که مثل که یعنی آدم فضایی ها عمله کرده بودن همه از آسمان می آمد معلوم از کجا آمده و چی ترتیب مثل آ... مثلا بیگانه های فضایی البته چون این جنگ یک آغاز است من بسیار پیش خود فکر می کنم که یک آغاز است شکل پیشرفته ترش چه رقم باشه به با نظر می که شکل پیشرفته ترش بعد از اینکه اسرائیل واکنش نشان بده و تاسیسات مهم کلیدی را اگر بتانه در ایران هدف قرار بده ما وارد مرحله جدید میشیم که اینمی موشک و صلاح پرانی که دو, دو شب پیش ما دیدیم کاملا یاد ما میره ایت یک وضعیت خود بود یمی یعنی انگارای خودم است خب درگیری ها در مرز جنوبی لبنان تا این لحظه ادامه داره می ای لحظه که ما صحبت میکنم درگیری به شدت ادامه داره اینا بسیار گفته بودن که ما میریم از طریق زمین تلفات آمده تانک های مرکاوا تخریب شده شک گزارش ها کی از شکست ارتش اسرائیل دهی تهاجم از ازبالله اعلام کرد که پایگاه ارتش در افدون در نزدیکی نهاریه زیر بمباران گرفته در ساعت پیش بیش از 200 راکت به طرف شهرکای فلسطین اشغالی توسط حزب الله شلیک شده است یعنی کم کم دایره دا جنگ داغ شده میره و دایره خود کلان کرده میره منابع اسرائیلی به اسکای نیوز گفتن که 14 سرباز اسرائیلی در درگیری با حزب در جنوب لبنان کشته شدن از رقم تلفات که ده ها نفر است خب افسر پیشین ارتش اسرائیل در یک شبکت صحبت میکرد گفت ما دیگه تحمل حملات مشکل نداریم اسرائیل یک جای کوچک هست و ای آدم میگه اسرائیل فلت شده و از نو میلیون اسرائیلی 8 میلیونش در پناگاه میره یه هم زندگیست حال تازه آمادگی میگیرند که بیان به زدن ایران بعد از این خب چی اتفاقی میفته پیشتر اگه کردم زیاد طولانی نمی کنیم صحبت فعلا پیش, پیش کانال 11 ابری گزارش کرد که ارتش اسرائیل در جنوب لبنان با یک دشمن سخت با انگیزه و آموزش دیده مواجه است منظورش ازبلاز و گردانای رزون است ارتش گفت چندین پایگاه نیروی هوایی در حمله ایران آسیب دید همه می کم میگه قطعا اجازه نیست که کسی اطلاع رسانی بکنه که کجا را زده اما قبلا در دو, دو شب برای شما گفتیم که کجا را زدن و چی کار شده با اتکاب داده ها و یافته ها از منابع مختلف داخلی و بین المللی المیادین شبکه هزبالا گفته که پنج تان که اسرائیل منهدم کردن حد اقل نظامی اسرائیلی کشته و زخمی شده در چی؟ در این نخستین مرزی در جنگ پیاده در جنگ پیاده اسرائیلی ها توان ندارند تلفاتشون صد درصد عدمی میباشد من فکر نمیکنم که اینا در جنگ زمینی که چیزی چیز پیش بیان و همه قدر لاف هم که زدن به نخصشون نست یعنی برمیگردن و خودشون اما از نظر هوایی هر چی که بگوییم داره هر چی که بگوییم داره چیست که طرف مقابلش هم داره یعنی از نظر مزاربات هوایی هنوز استفاده نکرده در کجا استفاده نکرده؟ در اماکن نظامی اسرائیل مثلا در مرز تلفات میبینه مثلا اماکن غیر نظامی بیروت مرتب زده روان است از کار نمی کنند چون میدانند که اینها هر قدر اماکن یا اجتماعات غیر نظامی رو بزنند و ضرر خودشان است و سود از بلاست نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی گفته که تلویزیون ممکن است سال سایت های تولید و پایگاه نظامی ایران مورد هدف قرار بده درست البته خود بسیار میخواهد خیلی هم میخواهد اما نیویورک تایم زیر نگفته که باز بعد از او چی میشه بعد از او شاید نیویورک تایمز نمیفهمه ما هم نمیفهمیم و اسرائیل هم نمیفهمه این یک جنگ کور و سردرگم است این جنگ هیچ رایل سیاسی نداره داستانش طولانی نمیکنه فقط هم میتونه نتیجه هم شکیده و پیچیدگی فلسفه جنگ بر شما میگه کانال سیزده اسرائیل گزارش کرد که از حال برای ربودن سربازان اسرائیلی برنامه ریزی میکنه از طریق افراز کمین یک واحد است به نام ایگوز از اسرائیل یک کمین سر از اونا اجرا کردن تقریبا نزدیک بود که تمامی واحد ایگوز اسیر ازبالا شد و خود نشد ایر کانال سیزده خود اسرائیل گفت نجات نیرو بعد از چه چرا نشد بخاطر خاطر اینکه دفتن نیروهای زمینی و هوایی رسیدن و اینا را از حالت کمین بیرون کردن در این کمین سی نیروی از شرکت داشتن بر اندازه که اسرائیل در جنگ تلفات میده به اماکن غیر نظامی عمله میکنه حد هوشمندی اگر باش از نظر سیاسی کسی کار نمیکنه اما چون وعدت کرده یعنی همه چیز خود در قمار زدن میگه که او که سر پری چی اگ نیزه چه صد نیزه در ضرور مسئله وطنی ما شماست وزارت بیداشت لبنان میگه در 24 ساعت گذشته 46 نفر اینا کشتن یعنی مثل غذا ساختار میره این ممکن است قایده جنگ در اتاق عملیاتی ازبلا تغییر بده اگر تغییر داد ما با حمامای خون مواجه خواهیم بود متاسفانه البته شکست اسرائیل در ترور نماینده فرکسون حزب ترور امین شیری نماینده فرکسون حزب در پارلمان لبنان اما منطقه الباشوره را که امشب بمباران کرد خانه امو آدم زده بود اما او خودش جان به سلامت برده در این حال اسرائیل مرکز بهداشت اسلامی در بیروت زد همیشه اول شفاخانه رو میزنند پس در ساعت قبل ما میبینیم که گزارشی هم از تلویف میرسه از پایتخت اسرائیل دو صدای انفجار شنیده شد پهپاد یافای انصارلای یمن به دو هدف در پایتخت اسرائیل فرود آمده است خود اینا مشغول هستند در منطقه باشوره بیروت زده بودند یک فعال رسانه امریکایی نوشت چیزی که واقعا باید اسرائیل بیدار بکنه استفاده ایران از موشک های مافوق است اسرائیل هیچ دفاعی در برابر یعنی آیپرسونیک ما شما میگیم در برابر موشک های آیپرسونیک دفاع نداره اما ما وقتی که اسرائیل میگیم یعنی جنگ از اسرائیل نیست جنگ از جنگ جنگ جهانیست رهبری است امریکا, امریکا هم هر کار میتونه که در برابر هایپرسونیک چی کار بکنه چی نکنه او زمان است که اما دایره جنگ دامنه جنگ بسیار کلان باشه که هنوز هنوز گسترش نیافته اگر اسرائیل قصد داره با حمله به پالایشگاه نفت مثلا نیروگاه ها تحسیصات برنامه هستهی و دیگه جای علیه ایران اقدام بکنه ایران بسیار با سهولت میتونه امی کار انجام بده و خیلی بتر خیلی بتر ایران که کشور بسیار وسیع بزرگ جغرافی پیچیده استراتژیک اسرائیل خیلی تو کف دست باریست بتر از این خاطر گفتم گردان های از الدین قسان در غزه تصویرهای را پخش کردن که های جنگی اسرائیل در محله التنور در شرق رفع مورد هدف قرار میدن و بسیار ساده تانکار را میزنن از, از فاصله بسیار کم جنگ جنگ چیریکی است جنگ به خاطر زنده ماندن است و هم شکل شریکی داره کسی هم که می جنگه دیگه چیزی برای عدس دادن نداره خب در برابر ای جنگ کسی پیروز میشه شما بگوین میشه منابع سوریه خب برای به شبکه المیادین گفتن که گروه های مقامتی مختلفی که در سوریا هستن در عراق در شهر الشدادی در جنوب ولایت الحسکه الحسکه در شمال شرق سوریه اونجا رو بمباران کرد موشک باران کردن خب در اسرائیل چی میگن؟ یک قسم عبرای جلی دیجیتالی رو درست کردن همین تصاویر ماهوارهیه که پایگاه هوایی نواتی منشان نشان میتن او را به صلاح تصویرهایش سانسور میکنن عوار خوی اینا دیگه سانسور کردن نمیتونن تمامی تصویرهایی که در این تهاجم ما شما دیدیم و کاملا مستند بود خود مردم اسرائیل امو شب شب ایدم بود شب خوشیشان هم بودن ام خودشان گرفتن به جهان مخابره کردن یعنی بهترین روزنامه‌نگاران و گزارشگران مردم عادی هستند در وضعیتی که شبکه اجتماعی همه دنیا را با هم وصل کرده نماینده تهران در سابق سفیر ایران در کابل ابوالفضل زهراوند با اشاره به حمله اسرائیل گفته البته ابوالفضل زهراوند از آدمای تندرو اصولگرا و دیگه مثلا اگر و مگر زیادتر عقیده نداره در برابر اسرائیل و در دیگه گروه های یعنی محافظه کاری اصلاح طلبان به رو نداره یه آدم میگه که نشان میده که پاسخ به ایران بر امریکا صرفه نداره یعنی به سودش نیست در پاسخ بعدی ایران اسرائیل با یک اکسل مواجه میشه که دیگه نمیتونه مثل گذشته وجود داشته باشه ما به عنوان ناظر هم فکر میکنیم که چنین حرفی درست است عبدالرزا مراد حاجتی مدیر کل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس در ولایت خوزستان گفته که در واکنش به حمله اسرائیل به ایران که ما منطقه را به آتش میکشیم اینا که میگن منطقه را به آتش میکشیم به این مناسک که سرلشکر باقری که قبلا گفته بود گفته بود کل خاور چاه های نفت و میدان های گازی داره همونا که ما آتش زدیم هیچ کسی دیگه وجه باقی نمیمونه که برش ارزش داشته باشه که وجه باقی بمونه یعنی که امریکا و نیروهای اروپایی که اونجا هستن بخاطر خاطر نفت و گاز هستن وقتی که نفت و گاز نباشد در تیرس آتش باشد اونا چی میکنن خود به خود گلم خود را جمع میکنن میرن این بسیار یک ای چیز هست. چرا خود خامنه ای دیروز اشاره کرد گفت که قدرت های خارجی امریکا و برخی کشورهای اروپایی باید منطقه را ترک بکنند کل سخنان اینی می آتش می کشیم که عبدالرزای مراد حاجتی گفت چیزی که سرلش کرد باقری گفت چیزی که آیتلای خامنه ای گفت فقط یک چیز است مضمونش یکی است ما ایرا در برنامه دو, دو شب پیش بررسی کردیم که هدف همی است خب کی از اولین هدف چی می باشه در قسم کارا ناوهای امریکا و آقای حاجتی در این را گفته که موشک های هایپرسونی از جنس فتا یعنی وقتی که ده کیلومتر میمونه که به هدف بخوره سرعتش ده برابر میشه بسیار عجیب است برال یکی از رازهای حمله ایران به اسرائیلی بود که علا رغم چشم باز و انتظار هوشمند ده کشور در دفاع از اسرائیل تقریبا همه آیپرسونیکا به هدف خوردند یک راز است بعدا معلوم میشه به خاطر این راز است که این جنگ جنگ دو کشور نیست فرمانده ارتش اسرائیل در پایگاه هوایی تلنوف که پیشتر گفتم یادم میگه که پاسخ حملی ایران ما خواهیم داد چیگونه به صورت دقیق و قدرتمند چرا که توانایی رسیدن و حمله به هر نقطه در خاور میانه رو داریم این نمیگه که خودت هم مثل یک صحرای بیس... بدون سقف هستی خودت چی باز چطور میکنی؟ میگه او دست از دشمن های ما که تال نفهم میدن ایره میفهمن اینا همیشون تهدید است حال تهدید از طرف ایران تهدید از طرف هزبلایی تهدید از طرف اسرائیل ادبیات تهدید بسیار داغ است وزیر خارجه ایران دیپلمات همچون چون در سازمان ملل متحد میگن که خب عراق چی مگر چیزی گفته گفته ما ما بعید میدانیم که اسرائیل جرات حمله به تاسیسات از ایران داشته باشه بله چرا ایگه به زد بخاطر از که اگر چنین جراتی بکنه ما فکر نمی کنم که اسرائیل به عنوان یک کشور دیگه وجود داشته باشه یعنی این فکر شخصی ماست است زم نزدیک ای سردمداران ایران میگن که دیگه که هیچ وقت وجود نخواهد داشت ما هم به عنوان یک ناظر سالس میگیم که ولی چونین خواهد بود چرا؟ به خاطر از اینکه در تاسیسات هسته ای وقتی که حمله میشه کل دنیا بر ضد میشه او خطری که داره بر کل آدم ها داره نه بر کل انسان منابع عربی گزارش کردن که حسن جعفر قصیر در حمله هوایی اسرائیل به منطقه مزه در دمشق کشته شده این آدم کی بوده؟ حسن جعفر قصیر داماد سید حسن ناصرلو بود این دامادش هم کشته شد شوهر زینب حسن نصر الله به این ترتیب اوی در ناهی دمشق کشته شد و شوهر خب برادر جعفر قصیرم در الزاهی لبنان کشته شده بود در بیروت خب در تلویف چی روان است؟ مردم از پوشش رسانه محل اصابت موشک های ایران میخواین جلوگیری بکنند بسیار یک کمپاین وسیع روان بود که مردم فلم نگیرن گزارش نتن اطلاع رسانی نشد نفهمه مردم که کجا و ایران شد این چیزا پنه ها نمیشن. یک گپ عباس هست. شبکه ترکی تی آر تی هابر تصاویری رو منتشر کرده که نشان میده اگه اسرائیل برای خبرنگار امی شبکه تی آر تی هابر میگه که بری به طرف مزایمت نکنین خبرنگاری خبرنگار ترکیه رو میگه، تو خود جاسوس از جاسوس اماس بر هستی برو طرف خب این خبرنگار ترکی در نزدیکی مقر واحد 8200 موساد استاد است اشاره میکنه که به مقامات اسرائیلی که میگه ما بر از اونا گفتیم که یعنی ما از ساختمان ها تصویر برداری نمیکنم فقط نگاه میکنم و, و تصاویری که من می از خیابان ها می باشه زبط من از اونجای نمی تونم اینا نمی مانم میگم برو اون طرف نگی مقره 8200 موساد یکی زهداف عملی موشکی شب گذشتی ایران بود قبلا او را حزبلا با موشک پیشرفته کوبیده بود تقریبا واحد یا اداره 8200 اما مقرش دیگه وجود نداره از بین تخریب شده است کاربران هم شب گذشته تصاویری را از نزدیکی همین مقر منتشر کرده بودن نشان میداد که یکی از موشک ها یک گودال با عمق 9 متر در اطراف امی ساختمان ایجاد کرده بود